با درود به هم میهنان و همرزمان و تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در درون و برون میهن، کژدم هستم در خدمت شما با گفتگوی دیگر. یاران و همسنگران، سخنم را با گزارشی در رابطه با وضعیت فعلی سرزمینمان و وضعیت وخیم رژیم حاکم اسلامی بر ایران آغاز میکنم. در این گفتار سعی میکنم که از دادن شعار بپرهیزم و آنچه که واقعیت است را به خدمت همیهنان گزارش دهم. بزرگترین استراتژی دفاعی رژیم حاکم بر ایران تأسیس هلال شیعی بود که به عنوان مستحکمترین دژ رژیم به حساب می اومد و با شکست شیعیان حوثی یمن و بعد از آن مزدوران رژیم در بحرین نقطه عطفی در رابطه با ترک برداشتن هلال شیعی و یا دژ هلال شیعی شاهد آن هستیم و این روند همچنان ادامه داره و غیر قابل برگشت هست و اکنون شاه مهره دژ هلال شیعی که حکومت کثیف خاندان اسد هست در حال فروریزیه و رژیم تازی پرستان شیعه مسلک با فرستادن سپاه قدس و مزدوران عراقی و مزدوران لبنانی حزب الله به درون خاک سوریه و کشتار مردم آنجا هرچه بیشتر هر روز در منجلاب کشتار و تجاوز غرق میشن و نفرتی که در کشورهای عربی نسبت به ایرانیان ایجاد میشه در آینده گریبان ما را خواهد گرفت و این ارثیه است که این کثافت‌ها برای ما هم به ارمغان خواهند آورد. مشکل دیگری که رژیم اکنون با اون سر در گریبانه، مشکل منابع مالی رژیم هست. این منابع مالی به خاطر تحریم‌ها تقریبا غیر قابل دسترس شدند. بسیار از اونها به طور پراکنده در کشورهای مختلف منجمد شده و قابل انتقال به ایران نیستن. 25 میلیارد دلار آن در کشور چین و حدود 3 میلیارد دلار آن در ژاپن و میلیاردها دلار دیگر در کشورهای آسیای جنوبی منجمد شده و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند و به خاطر تحریم‌ها قابل انتقال به ایران نیستند. حتی هندوستان نیز در ازای نفتی که خریده است قادر به پرداخت آن نبود و از بانک‌های ترکیه استفاده کردند و اون هم نیمه تموم موند. بنابراین وضعیت رژیم بسیار وخیمه، حتی نمیتونه پولاشو بگیره و در ازای این پولهایی که در کشورهای دیگه منجمد شده مجبور هست که به کالاهای بنجل چینی و یا روسی و یا پرداختن رشوه‌های کلان به مؤسسات مالی و بانک‌های کشورهای خارجی بپردازه تا بتونه بخشی از این اموال رو به داخل میهن انتقال بده. بنابراین اگر می‌بینید که ما شاهد سقوط ارزش ریال هستیم، این سقوط ادامه خواهد داشت و در اون شکی نیست و تنها به مسائل سیاسی مربوط نمیشه، بلکه آنچه که تحریم اقتصادی نامیده میشه نه تنها برای امروز ایران و برای به زانو در آوردن رژیم اسلامی طراحی شدن، بلکه این تحریم ها افق به اصطلاح فراگیرتر، افق دورتری رو در نظر دارن و اون حاکمیت بعد از سقوط رژیم اسلامی بر ایران هست. در واقع این تحریم ها اهرم هایی خواهند بود که کشورهای بیگانه با حاکمیت بعد از جمهوری اسلامی نیز توسط اونها استفاده خواهند کرد تا اون رو به زانو در بیارن و به امضای قراردادهای خفتباری بکشونن. این تحریم ها که از زمان صدام حسین در عراق هم شروع شده بود، هم اکنون که 10 سال از سقوط صدام میگذره این تحریم ها بر عراق همچنان پابرجا هستن و هر از گاهی رژیم حاکم بر عراق از اروپا و آمریکا میخواد که این تحریم ها رو از بین ببرن، اما به خاطر مطامعی که اونها در رابطه با عراق دارن
هیچ حرکتی در این جهت نمی کنند و این آینده در انتظار ایران هم خواهد بود. بنابراین اونایی که دل خوش می کنند به این که اگر رژیم عوض بشه این تحریم ها شکسته خواهند شد، این آرزوی دست نیافتنی است و بسیار خوشباورانه است. بنابراین مردم ایران بایستی خودشون رو برای روزهای بسیار بدی آماده کنند و من فکر نمی کنم که آینده درخشانی در انتظار ایرانیان خواهد بود. اگر رژیم همچنان پابرجام بمونه این وضعیت بدتر خواهد شد و ما با تحریم های بسیار بیشتری نیز روبرو خواهیم بود. اگر این رژیم هرچه سریعتر سقوط بکنه و ما با فرض کنید 50 نوع از تحریم ها روبرو شویم، اگر دیرتر سقوط بکنه شاید با صدها تحریم روبرو بشویم و شاید 10 سال طول بکشد که آن تحریم ها از گرده ایران برداشته شوند. بنابراین سقوط رژیم شیعی حاکم بر ایران یک امر ضروری است و یک امر فوری است و هر روزی که می گذرد آنچه که نتیجه این شکست استراتژیک رژیم حاکم بر ایران برای آیندگان ما برمغان خواهد آورد بسیار سنگینتر و بسیار هولناکتر خواهد بود و آنهایی که مانند کپک سرشون رو توی برف کردن و نمی بینن باید متوجه این امر باشند. این مسئله اصلا شوخی بردار نیست، بسیار سنگین هست و همچنان می تواند آینده 50 ساله بعد از فروپاشی رژیم اسلامی رو هم در واقع تحت تأثیر قرار بده. مشکل دیگری که رژیم با اون مواجه هست از کار افتادن قدرت تهاجمی سیستم موشکی جمهوری اسلامی که سالهای سال میلیاردها دلار برای اون خرج کردن و با گذاشتن سیستم‌های دفاعی ضد موشکی در کشورهای حوزه خلیج فارس و گنبد آهنین بر روی فضای اسرائیل، تمامی این موشک‌ها در واقع تبدیل به ابزاری شدند که به درد نمی‌خورند و توانایی اونها بسیار پایینه. بنابراین روی اونها نمیتونن حساب بکنن. اما مسئله مهمتر از همه اینه که رژیم سرنوشت مردم ایران و آیندگان ایران رو با اهداف حاکمیت روسیه و چین گره زده و در واقع سرنوشت ایران دنبالچه اهداف این دو حاکمیت روسی و چینی قرار گرفته و آنها هستند که در آینده میخواهند سرنوشت ما رو رقم بزنن و اون هم بر اساس اهداف ملی خودشون، بر اساس منافع ملی خودشون، و این ایرانی ها نخواهند بود که تصمیم میگیرند و این رژیم جمهوری اسلامی هم نیست که تصمیم میگیره، بلکه در چنان شرایط وخیمی قرار داره که برای حفظ خود حاضر هست به هر عنوان و به هر وجهی که شده خودش رو چند روز بیشتر سر پا نگه داره و به غارتشون ادامه بدن. اکنون افراد رژیم در حال منتقل کردن اموالی که از مردم ایران به غارت رفته به کشورهای خارجی یا مالزی، اندونزی، کشورهای آمریکای لاتین، کانادا، استرالیا، آمریکا، کشورهای اروپایی هستند و بچه هاشون رو میفرستن اونجا به عنوان در واقع محافظین اموال خودشون و بچه هاشون هم به اصطلاح میپیوندن به جنبش سبز مذهبی که برای خودشون اونجا آبرویی کسب بکنن و به عنوان مخالف اونجا باشن که فرداهای در فرداهای ایران کسی به عنوان وطن فروش نتونه اونها رو به اصطلاح تحت پیگرد قرار بده و از همکنون در حال تاریخچه سازی برای فرزندان خودشون، برای خودشون هستن تا بتونن با اون اموال به زندگی کثیفشون ادامه بدن. مشکل دیگری که رژیم با اون مواجه هستش سرمایه گذاری کردن بر روی کشور چین و روسیه است. همونطور که میدونید کشور چین اقتصاد بسیار بزرگی داره و جمعیت بسیار بزرگی هم داره. فروپاشی اقتصاد بزرگ چین میتونه مشکلات بسیار زیادی برای
حاکمیت چین به وجود بیاره که حداقل دلیلش داشتن جمعیت 1.5 میلیارد نفریه که اگر هر روز به یک نفرشون یک قرص نان بدی کار بسیار مشکلی هست، و اگر به اصطلاح اقتصاد بزرگ چین دچار شکست فاحش بشه، حاکمیت چین در واقع با خطر فروپاشی روبرو میشه. مشکل دیگر خود روسیه است. روسیه تنها به خاطر داشتن بمب‌های اتمی و از این قبیل مسائل هستش که در سازمان ملل میتونه حرفی بزنه، وگرنه از نظر اقتصادی جزو کشورهای عقب مانده دنیاست و اگر قدرتی به حساب میاد یک قدرت جهان سومی هست. اما متاسفانه رژیم حاکم اسلامی تمامی افسارشو، تمامی ارادهشو داده دست این دو کشور، و اگر اونها ضربه‌ای بخورن که حتما خواهند خورد، و بحران کنونی اروپا و آمریکا اگر گریبان چینی ها رو بگیره، مطمئنن گریبان صنعت انرژی به صلاح روسیه را که همون فروش نفت باشه رو میگیره و روسیه با مشکلات بسیار بزرگی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر فروپاشی سوریه و فروپاشی لبنان، یعنی حزب الله لبنان، و از سوی دیگر فروپاشی حکومت شیعی حاکم بر عراق میتونه مشکلات عدیده دیگری رو بر رژیم شیعه مسلک ایران تحمیل بکنه. بنابراین تمامی حرکات رژیم جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی نه بر اساس خرد، بلکه بر اساس ناچاری، بلکه بر اساس نتوانستنها و آرزوی ماندن بر حریک قدرت هست. بنابراین هیچ امیدی به آینده این رژیم نیست و تمامی تلاش های اونها در ماه های آینده با شکست سختی مواجه خواهد شد و شما این رو شاهد خواهید بود. اما مسئله اینه که پس وظیفه ما چیست؟ وظیفه شما چیست؟ آنهایی که در درون میهن هستید و آنهایی که در بیرون میهن. آیا تا به حال فکر کرده اید که وظیفه شما چیست؟ عده‌ای میگویند که آمریکا اگر حمله کنه یا ناتو اگر حمله کنه و رژیم رو ساقط بکنه، ایران آزاد میشه. بنابراین نقشی برای مردم ایران اینجا قائل نیستن و خدای مردم ایران همون آمریکا و اروپا و ناتو قدم داد میشن. بعضی ها میگن که نه، ما نباید بذاریم اونها حمله کنن. اونها هم نمیگن باید چیکار کنیم. اونها فقط راهی رو پیشنهاد میکنن که به بر سر کار موندن رژیم اسلامی منجر میشه. هیچ یک از این دو گروه راه حلی برای گذر از این بحران ارائه نمیدن. اما در میان اینها سخنی که من دارم در رابطه با گروه های ستروند نیست. من نمیخواهم با سلطنت طلبا صحبت بکنم که چه کار بکنن، برای اون که اونها مشخصا میدونن که چه کار بکنن. مشخصا تا کنون کشور رو فروختن، بسیاری قراردادها بستن، سید رضا دیبا پرونده زیر بغلش در راهروها قدم میزنه، راهروهای پارلمان این کشور، راهروهای دادگاه ها، راهروهای کاخ سفید، این ور اون ور همیشه در حال قدم زدنه. این قدم زدن ها همینطوری نیست، بسیاری وعده ها اینا میدن، بسیاری وعید ها اینا میدن و میخوان دلبری بکنن در برابر کشورهای اروپایی و آمریکا، و در واقع کشور رو پیش فروش میکنن که اگر جمهوری اسلامی سقوط کرد به اونها کمک بشه که بیان سر کار. همونطوری که سید رضا دیبا در مصاحبه ای که با رادیو اسرائیل داشت همین درخواست رو کرد، گفت به جای اینکه ایران رو بمباران کنید بیاید به ما کمک کنید. به ما منظورش ایرانیان نیستن، برای اینکه اسرائیلی ها قرار نیست که بیان تو ایران تظاهرات بکنن یا با رژیم بجنگن یا اعتصاب بکنن. اگر قرار کمک بکنن که قرار نیست که بیان در خونه مردم رو بزنن باشون کمک کنن، قراره که به سازمان های سیاسی ایرانی ها کمک کنن. کدوم سازمان سیاسی؟ منظورشون سلطنت طلب هاست. منظور ایشون جمهوری خواهای بی پشم و پیله که هیچ برنامه ای ندارن. تا کنون هم هیچ برنامه برای سرنگونی رژیم ارائه ندادن. بنابراین من سخنی با اینا ندارم. سخن من با کسانی هستش که ادعا میکنن که میخواهن رژیم رو
سرنگون بکنن و ظاهرا برنامه‌ای دارن. در عرض این 3 سالی که من با تشکیلات تندر بودم، من چنین برنامه‌ای رو در تشکیلات تندر نیز ندیدم. شعار نمیدونم براندازی و مبارزه مسلحانه و مشت و گلوله، همه اینها در حرف هست و عملا چیزی به اسم برنامه و استراتژی مبارزاتی وجود نداره. روی سخن من با تمامی هواداران انجمن پادشاهی ایران و هواداران اندیشه های استاد فرود فولادوند هست که من ایمان دارم تنها نیروهایی هستند که برنامه برای فردای ایران دارن، اما متاسفانه استراتژی مبارزاتی ندارن و بعد از رفتن استاد فرود فولادوند در واقع انجمن پادشاهی هم وجود نداره. اسم انجمن پادشاهی وجود داره، 3 گروه الان به نام انجمن پادشاهی ایران فعالیت میکنن. یکی گروه خانم روزیتا منطقی یا دفتر لندن هست که در واقع انجمنی در کار نیست، فقط اسم انجمن هست. گروه دوم آقای هوشنگ رادخوز که اهدافی که مطرح میکنن به غیر از آیین ریشه‌ای هست و ایشون هم اسم تشکل خودشون رو انجمن پادشاهی گذاشتن، ولی در واقع تشکلی وجود نداره، خودشون هستن با همسرش. گروه سوم گروه تندر هست که به نام انجمن پادشاهی ایران فعالیت میکنه، ولی در واقع انجمنی وجود نداره. انجمن پادشاهی اون چیزی نیستش که شما فقط اسمشو بذارید اونجا و به عنوان یک در واقع مارک تبلیغاتی ازش استفاده بکنید. انجمن باید وجود داشته باشه. این انجمن هم همینطوری نیستش که چند نفر دور هم جمع بشن، یه نفر اونجا سرور باشه، بقیه هم بله قربانگو باشن و اسمشو بذارن انجمن. انجمن پادشاهی ایران به عنوان انجمن مرکزی یا انجمن مادر بایستی از فرهیختگان و سیاستمداران بزرگی تشکیل بشه که نه تنها به مسائل روز آشنا هستن، بلکه با مفاهیم استراتژیک آشنا هستن، بلکه میدونن که اصلا مبارزه سیاسی یعنی چی و فقط شعار دادن های انقلابی نیست. بنابراین من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که انجمن پادشاهی ایران وجود داره و دلیل جدا شدن من از تشکل تندر هم همین بود و ایمان دارم که انجمن پادشاهی ایران باید تشکیل بشه و این انجمن بایستی متشکل از فرهیخته ترین و مؤمن ترین و با وفاترین مردان و زنان عاشق ایران باشه و پیروان راه استاد فرود و فولادوند و مؤمنین به برقراری آیین ریشه‌ای و نظام پادشاهی. من به هیچ وجه باور ندارم که این شعارها به حقیقت خواهد پیوست، برای اینکه من باز هم ایمان دارم که اگر شما 1000 نفر رو با آقای رادخو بدید یا به تشکل تندر بدید به عنوان سرباز، حتی نمیدونم با اینا چه کار بکنن. تا اونجایی که من میدونم تنها 2 جریان وجود دارن که دارای استراتژی مبارزاتی هستن. یکی از اینها رژیم حاکم شیعی بر ایران هست که استراتژیش حفظ حاکمیت هست به هر قیمتی. دومین جریان سبزهای مذهبی هستن که رانده شده های درگاه خامنه‌ای هستن و اینها هم استراتژیشون حفظ رژیم هست و اینها با چنگ و دندون ازش دفاع میکنن و تمامی ابزار ممکن و لازم رو به کار میبرن. اما در سوی دیگر، یعنی در واقع سبز مذهبی، خاتمی، موسوی، کروبی، اینها جزء اپوزیسیون حساب نمیشن. اینها جریان هایی هستن که در واقع بخشی از حاکمیت هستن. اینها همون جریان هایی هستن که تا 2 دهه اخیر در کشتارها دست داشتن و در غارت ها دست داشتن و این آقایون که الان ریشاشون رو زدن و پیراهناشون رو گذاشتن زیر شلوارشون، دیگه روی شلوارشون نیست و سخنرانی های دو آتشه اصلاح طلبی این طرف اون طرف پخش میکنن یا مقاله می نویسن، اینها همون هایی هستن که ما 20 سال پیش با اونها رو در رو بودیم. بنابراین اینا رو ما اپوزیسیون حساب نمی کنیم. اینها رژیم هستن. یعنی موسوی رژیم هست، صانعی، موسوی اردبیلی، تمامی این کثافت ها همه مال رژیم هستن.
اون چیزی که میمونه یا رفسنجانی که الان اینا داد و بیداد میکنن، رفسنجانی رو انقلابیش کردن، رفسنجانی رو دیگه مردم ایران میشناسن چه کثافتی هست. اون چیزی که میمونه ظاهرا اپوزیسیون، و من نام اونا رو اپوزیسیون قلابی میذارم، جمهوری خواها، نمیدونم اونایی که میگن حکومت سکولار میخوایم و اینجور جریان ها هستن که هیچ استراتژی مبارزاتی ندارن و فقط توی پنل ها میشینن بحث میکنن که آزادی چیست، دموکراسی چی هست، اما در رابطه با اینکه ما چه کار باید بکنیم، چطوری رژیم حاکم بر ایران رو باید سرنگون بکنیم، هیچ حرفی ندارن. اینها این قسمت رو حذف میکنن و به فردای بعد از سرنگونی و در رابطه با اون صحبت میکنن که بله، ما باید اونجا احزاب باشن، آزاد باشن، چقدر آزاد باشن یا نباشن، در این موارد هست که اینها اظهار نظر میکنن. بنابراین هیچ ارزش عملی ندارن اینها. اینها یک دهراف هستن، چه سلطنت طلب باشن، چه جمهوری خواه باشن، چه اونایی که اسمهای میانی روی خودشون گذاشتن مثل لیبرال ها یا نمیدونم سکولار های دموکرات یا سکولار های لیبرال، که اینها نامهای میانی هستن و در این میان که حتی بخش های قطبی در واقع اپوزیسیون قلابی مثل جمهوری خواه ها که سیستم جمهوری میخوان و مثل سلطنت طلب ها که سلطنت رو میخوان، اینها دو قطب هستن، نیروهای دیگه نیروهای میانه هستن. زمان که قطب ها خودشون برنامه مبارزاتی ندارن، دیگه این بستان نیروهای میانه که دیگر اصلا از گردونه مبارزه خارج هستن و همشون در واقع همون حرفایی رو میزنن که مؤسسات وابسته به حکومت انگلستان و یا آمریکا و یا سایر کشورهای اروپایی مثل سوروس میزنن. مردم ایران متاسفانه، یا انقلابیون ایران متاسفانه، در رابطه با سازمانهایی مثل سوروس آشنایی ندارن. این سازمانها سازمانهای خصوصی هستن، از دولتهاشون پول میگیرن و کارشون اینه که در جنبش ها نفوذ بکنن، اونها رو به شکست بکشونن، افراد نفوذی تربیت بکنن، درون جنبش ها فرو بکنن و بعدن در آینده اون کشور بتونن ستونهایی رو داشته باشن. و در شرایط کنونی از نظر اونها بهتره که این جنبش ها به شکست کشیده بشه و با تجربیاتی که در عراق داشتن و تجربیاتی که در لیبی داشتن و یا در افغانستان داشتن بتونن مثلا با نیروی نظامی وارد اون کشورها بشن و مردمی که شکست خوردن به خاطر طرحهایی که اینها دادن، مانند مثلا جنبش مخملی یا جنبش صلح طلب یا نرم، که به شکست منجر میشه و تجربه 88 رو دیدیم که شکست سنگینی بود و مردم مایوس میشن، مبارزین مایوس میشن و به هر کثافتی که بخواد بیاد سر کار رضایت میدن. و سروش بنیاد سروش در واقع منظورش همین هست و اهدافشون همین هست و این برنامه مبارزاتی که ارائه دادن تحت نام جزوه جین شارپ در واقع یک کتاب استراتژیک هست و استراتژیش به شکست کشوندن جنبش مردم ایران هست. اما متاسفانه اعوان و انصار اینها، نوکرهای این به اصطلاح کانونها، این جزوه را همچنان پخش میکنن، تبلیغ میکنن و میخواهند که جنبش به شکست نهایی برسه و زمینه آماده بشه که مردم ایران با دستهای خودشون و با زبان خودشون از کشورهای بیگانه بخوان که چکمه های اونها در سرزمین ما وارد بشه. بنابراین سخن من با اونا نیست، سخن من با هواداران انجمن پادشاه ایران، هواداران آموزه های استاد فرود و فولادوند هست که مطمئن هستم در میان آنها بهترین نیروها وجود دارند. اما متاسفانه به خاطر ضعف های تشکیلاتی که از همان زمان استاد فرود و فولادوند گریبانگیر انجمن پادشاه ایران بوده و بعد از رفتن ایشون منجر به فروپاشی انجمن پادشاهی و هواداران اطراف اون شد، همچنان اون ضعف حاکم هست، برقرار هست و بدون تلاش یاران برای تشکیل انجمن پادشاهی ایران همچنان اون موزل و اون مشکل پابرجا خواهند موند و در واقع تشکل‌هایی که به نام انجمن پادشاهی فعالیت می‌کنند آنها نیز چندان فرقی
با سلطنت طلب ها، با سکولار های اینوری یا اونوری ندارن و دچار بیعملی هستن و یا حداکثر دچار خردکاری. خردکاری به این مفهوم که شما تیم عملیاتی دارید، بهشون دستور بدید که برن یک عملیاتی انجام بدن و اون عملیات که انجام داده میشه یک مسئله مقطعی باشه و هیچ هدف استراتژیکی رو دنبال نکنه، بنابراین اون تیم و یا تیم‌های دیگه احساس خواهند کرد که اینا مشغول انجام دادن کاری هستند در حالی که آنها مشغول انجام دادن خردکاری‌ها هستند و هیچ هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنه این حرکت‌ها. اگر قرار هست که استراتژی مبارزاتی تعریف شده‌ای نداشته باشیم، اگر قرار هستش که کاری نتونیم بکنیم که رژیم سرنگون بشه، شاید بی‌عملی کامل خیلی بهتر از خردکاری باشه، مخصوصا خردکاری‌هایی که مسائل نظامی رو دنبال میکنن و امکان این که یاران وفادار انجمن رو به کشتارگاه بکشونن وجود داره. اگر شما فقط حرافی بکنید هیچ تلفاتی هم نخواهید داشت، اما اگر دست به مبارزه مسلحانه‌ای بزنید که هیچ رابطه‌ای با یک استراتژی بزرگ نداره، بنابراین شما تنها به از دست دادن نیروهاتون کمک دارید میکنید. بنابراین اون چیزی که من دنبالش هستم این هست که انجمن پادشاه ایران بایستی تشکیل بشه، استراتژی مبارزاتی تدوین بشه، یاران آموزش ببینن و بدونن دارن چیکار میکنن و نه تنها برای امروز بلکه برای روبرو شدن با مشکلات ایران فردا آموزش ببینن. و اگر فرض کنیم که این افراد از هم اکنون بدون اینکه آموزشی دیده باشن وارد عرصه مبارزه بشن و در فردای پیروزی مانند همون وضعیتی که رژیم خمینی دوچارش بود و هر رو از بر تشخیص نمی دادن و همه جا ریخته و واریخته بود و ما هم در چنین شرایطی بعد از فروپاشی رژیم با اون ریخته و واریختگی ها روبرو بشیم، بنابراین اگر فردا ببازیم فرقی نداره که امروز بازی رو ببازیم، ما در هر حال بازنده خواهیم بود و یا اینکه آن وقتی رو که آن زمانی رو که الان میتونیم برای پرورش نیروهامون به کار ببریم از دست میدیم و در فرداها با کمبود نیروی مؤثر، با کمبود فرهیختگان سیاسی روبرو خواهیم بود. در حالی که به همین صورت هم نیست، رژیم تمامی سعی و کوششش برای سرکوب هر نیرویی است که بخواد رژیم رو سرنگون بکنه. بنابراین ما با وضعیتی روبرو خواهیم شد که بهش گفته میشه آش نخورده و دهن سوخته، یعنی بسیاری از نیروهامون رو از دست میدیم، به کشتارگاه میفرستیم، اهداف مشخص نیستن، راه مبارزاتی مشخص نیست، ما نمیدونیم که چه کار داریم میکنیم، مبارزه مسلحانه رو شنیدیم و فکر میکنیم که با چند عملیات در واقع مبارزه مسلحانه انجام میدیم و فکر میکنیم که سیاست مشت گلوله همینی که هست و بهتر از این امکان نداره، در حالی که اینطوری نیست. در یک استراتژی مبارزاتی تمامی مسائل در نظر گرفته میشه و مطالعه میشه و بر اساس مطالعات و اطلاعات دقیقی که از وضعیت جامعه، از سازمان بندی های درونی جامعه به دست میاد، در رابطه با مطالعاتی که از رژیم، منابع مالیش، منابع نظامیش، منابع انسانیش و نقاط ضعفش به دست میاد، بعد از اون هستش که راه مبارزه مشخص میشه و اهدافی که دنبال میکنیم، اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف طولانی مدت، همگی در نظر گرفته میشن. و البته اون چیزایی که الان من دارم میگم به صورت تئوریک هست و بعد از اینکه نیروی قصد بکنه به یه همچین جایگاهی برسه بایستی آمادگی این رو داشته باشه و مطالعات بسیار گسترده ای این رابطه داشته باشه تا بتونه به اهدافش برسه. متاسفانه من چنین توانی نمی بینم و اون چیزی که الان به نام گروه های مبارز وجود دارن، اینها رو اپوزیسیون قلابی اسمشون رو میذارم و هستن و اگر نیستند میتونن نظراتشون رو ارائه بدن و ما بتونیم دربارش بحث بکنیم. اونچه که مورد نظر یک نیروی انقلابی باید باشه اینه که سازمانی که تشکیل میده در واقع بر اساس
راه مبارزاتی که در نظر گرفته و طرحهای عملیاتی که داره سازماندهیش هم بر اساس اونهاست. یعنی شما وقتی که از ارتش صحبت میکنید، ارتش کلاسیک میدونه که دشمن میتونه از زمین، از هوا، از دریا حمله بکنه. بنابراین نیروی ضد هوایی و نیروهایی که بتونن به اصطلاح در دریا باشن و با دشمن بجنگن و نیروی زمینی، اینها رو سازمان میده و میبینیم که منظور از تشکیل این سازماندهی فقط به خاطر هماهنگی با استراتژی های جنگی هست. اینکه ما توپخانه در کجا باشه، سیستم های دفاع موشکی کجاها باید مستقر بشه، همه اینها بر اساس استراتژی های جنگی هست و نمیشه گفت هر چند نفری که دور هم جمع شدن اینها میشن سازمان انقلابی یا سازمانی که بتونه مبارزه بکنه. سازمانی که نتونه نیروهاشو بر اساس نیازهای مبارزاتی سازماندهی بکنه در واقع سازمان نیست، فقط یک محفل هستش با یک رئیسی که اونجا نشسته و به همه دستور میده که این کارو بکنن یا اون کارو بکنن. و اون نیروها نیز متاسفانه بر اساس ایمانی که دارن و بر اساس در واقع اطمینانی که دارن این دستورها رو میپذیرن و همیشه مشغول کار هستن و متوجه داستان نیستن که چه کلاهی داره سرشون میره. این کلاه در تمامی عرصه ها سر همه هوادارانه، چه انجمن پادشاهی، البته نیروهایی که به اسم انجمن پادشاهی فعالیت میکنن، و چه در میان جمهوری خواه ها و چه در رابطه با سلطنت طلب ها همین ماجرا ادامه داره. اونهایی که هوادار سلطنت مشروطه پارلمانی یا هر چیزی که هستن هیچ سازمان خاصی ندارن، چند نفر اونجا نشستن رضا پهلوی بالای سرشونه، چند نفر مشاور داره بهش میگن برو اینجا مصاحبه کن، برو فلانجا با فلان کس دیدار کن، بعد براش ملاقات ترتیب میدن و از این کارها میکنه. بقیه نیروهایی که به اصطلاح بسیاریشون هم وطن پرست هستن، مخصوصا نیروهای جوان، فکر میکنن که کاری داره انجام میشه در حالی که هیچ کاری انجام نمیشه، برای اینکه اصلا سازمانی ندارن. شما اگر به اصطلاح سلطنت طلبها بپرسید که شما چه سازمانهایی دارید، اینا هیچی ندارن. یک نفر هستش با یک وبسایت، چند تا ملاقات که براش ترتیب داده میشه و چند تا رادیویی که اسمش این ور اون ور میارن و مصاحبه میکنن باش و اینا فکر میکنن که بله کارا داره خوب پیش میره، کارا داره خیلی عالی پیش میره، در صورتی که هیچ کاری در حال پیشروی نیست. برای اینکه اصلا اینها اون قسمت مبارزه رو حذف کردن، اینها همه اهداف هدفشون اینه که ما یه روزی میاد که ما رفراندوم میکنیم، مردم میرن رای میدن، ولی میانه اون زمانی که رفراندوم بشه یا مردم رای بدن، رای آزادانه بدن، و زمانی که همکنون هستیم که یعنی رژیم شیعی مسلک حاکم هست بر ایران، اینجا یه خلأ وجود داره. اون خلأ همون قسمت مبارزه است، یعنی در واقع مبارزه اونجا تعطیله و مبارزه رو در حد گرفتن کاسه گدایی به دست و رفتن و مصاحبه و یا ملاقات کردن با این و اون، با افرادی که هیچ گونه قدرت تصمیم گیری ندارن، نماینده مجلس یک نفره، حد اکثر اینه که میتونه عریضه سید رضا دیبا رو به فلانی برسونه یا نرسونه و هیچ قدرت تصمیم گیرنده ای نیست، یا نماینده هلند یا نمیدونم نماینده سازمان ملل. اینها فقط اسمای دهنپرکنی هستن که هیچ ارزش به اصطلاح مبارزاتی و یا سیاسی ندارن. شما نمیتونید حتی ببینید که رضا پهلوی رو مثلا ببرن توی وزارت امور خارجه مثلا انگلستان، یا بتونه با خانم کلینتون ملاقات بکنه، یا نیروهایی از این قبیل که در واقع بخشی از حاکمیت هستن، نه یک نماینده پارلمان در اینجا و اونجا، یا کسی که نقش لابی رو بازی میکنه، این کارچاقگون هست و اینها میرن باش مذاکره میکنن یا باش صحبت میکنن. اینها همش گولزنکه. در واقع اینها اسامی دهنپرکنی هستن که اسمشون میذارن در واقع مذاکرات دیپلماتیک، در صورتی که مذاکرات دیپلماتیک اصلا مفهومش این نیست. اونهایی که اندکی با مسائل سیاسی آشنا هستن میدونن که دیپلماسی چی هست. اول در گفتگوهای بعدی اگر لازم بود در رابطه با این مسائل توضیح خواهم داد، اما اون چی که الان میتونم بگم اینها همش در واقع کاریکاتور مبارزه است. با اونا من کاری ندارم. اونایی که جمهوری هم میخوان اونا هم همینن.
اونا از سید رضا دیبا هم بدبخترن. اونا حتی اون نماینده مجلس رو هم ندارن که برن بهش پرونده زیر بغلشون بشینن باش صحبت بکنن یه قهوه بخورن. اونا همین رو هم ندارن. اما مسئله اینه که انجمن پادشاهی ایران یا نیروهایی که تحت نام انجمن پادشاهی ایران دارن فعالیت میکنن چرا هیچی ندارن؟ اونها اگر ندارن ما خوشحال باید بشیم، برای این که اصلا نباید داشته باشن، چون ذهنشون ذهن سیاسی نیست. اونها کارشون کار خردمندانه و خردورزی نیست. اونها یک سری آرزوهایی دارن، آرزوهای شبه سیاسی، هیچ مفهومی تو ذهنشون ازش نیست. همه چی به صورت کلیشه‌ای از غربی ها یاد گرفتن جمهوری، ولی یاران انجمن پادشاهی ایران دست پرورده های استاد فرود فولادوند هستند و تا اونجایی که من در عرض این 3 سال با اندیشه های استاد فرود فولادوند آشنا شدم، تنها جریانی هست که بر اساس خرد ناب پیش رفته. هرچند که عرض کردم خدمتتون در زمان استاد فرود فولادوند ما تشکیلات سیاسی به اون مفهومی که مورد نظر من هست به عنوان یک فرد سیاسی وجود نداشته و مشکل ما هم از همونجا آغاز شده و اگر میبینیم که به اینجا رسیده ایم به خاطر این بود که استاد فرود فولادوند یک شخصیت بزرگ فرهنگی هستند تا یک شخصیت بزرگ سیاسی. ایشون کاری رو کردن که حتی تمامی متفکرین اروپا در دوران رنسانس نتونستن بکنن. هنوز هم که هنوزه تقدس مسیحیت در اروپا شکسته نشده، هنوز هم که هنوزه سکولاریزم واقعی در اروپا وجود نداره، در آمریکا وجود نداره. جورج بوش خودش رو نماینده مسیحیت میدونه. تمامی اروپایی‌ها کلیسا برو هستن و در واقع ارزش‌های حاکم بر اونجا ارزش‌های مسیحیته. کلیسا قدرت داره هنوز، ظاهراً در حکومت کاری نمی‌کنه، ولی به وسیله لابی‌هاش اهدافش رو پیش می‌بره. بنابراین ما از سکولاریسم در اروپا صحبت می‌کنیم همش دروغه. اون چیزی که استاد فرود فولادوند انجام دادن و تقدس دروغین اسلام و قرآن رو شکستن و اکنون هر آدم ترسویی هم قبلاً بسیار می‌ترسید، اکنون می‌بینیم که اگه بر علیه اسلام حرف نزنه پذیرفته نیست، قبولش نمی‌کنن. اگر می‌بینیم که جنبش سبز مذهبی شکست خورده و مردم بهش اعتماد ندارن به خاطر اینکه اینها جریان اسلامی هستن، اگر می‌بینیم سازمان مجاهدین خلق بین مردم پذیرش نداره، اولین دلیلش اینه که اینا جریان اسلامی هستن. مردم میگن سگ زرد برادر شغاله و این را واقعیت هم همینه. تمامی جریان‌های مذهبی همشون یا سگ زردن یا شغالن، هیچ فرقی با هم ندارن. فقط تنها فرقشون اینه که یکی میگه ما میاییم و با این روش حاکمیت رو حفظ میکنیم، اون یکی میگه که ما با روش سرکوب حاکمیت رو حفظ میکنیم. تنها فرقشون اینه، وگرنه اون چیزی رو که به هر مقام میخوام بیارن به غیر از به قول معروف عصر طلایی خمینی نیست. حتی مجاهدین هم همینطور هستن. مجاهدین هم خمینیشون مسعود رجوی یه رئیس جمهور لچک به سرم دارن که از حالا به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن گذاشتن اونجا. مردم میدونن تکلیفشون چیه. بنابراین جریان ها مثل سگ زرد و برادر شغال هستن. اما در رابطه با انجمن پادشاهی این چنین نیست. انجمن پادشاهی تشکلی هست که در غیاب پادشاه وظایف پادشاه رو انجام میده. نخست اینکه بهش گفته میشه انجمن پادشاهی، یعنی یه نفر نیست، دو نفر هم نیست، حداقل بیشتر از 2 یا 3 نفر باید باشه که بهش بگیم انجمن. این انجمن کارش پدافند مردمه، یعنی وظیفه پادشاه. پدافند مردم یعنی اینکه براش فرق نمیکنه چه گروهی هست، چه حزبی هست، چه مذهبی داره، هر کسی هست، ایرانی هست، بهش ظلم میشه در خارج از کشور، در درون میهن، چون پادشاهی وجود نداره. این انجمن وظیفش پدافند کردن از حقوق مردم هست. حال شما میتونید تصور بکنید که انجمن پادشاهی ایران باید چه ارگان گسترده‌ای باشه و چه دستگاه‌هایی باید داشته باشه و چه متفکرینی اینجا باشن، به خاطر اینکه مشکلات مردم و اون مسائلی که مردم ازش رنج میبرن در حیطه‌های بسیار گسترده‌ای مطرح هست. فرض کنید در خارج کشور ما مشکل پناهندگان رو داریم، مشکل مهاجرین رو داریم، مشکل نژادپرستی انگلوساکسون‌ها یا ژرمن‌ها رو داریم، هزاران مشکل دیگه داریم که انجمن پادشاهی ایران بایستی مشکل حقوق بشری رو داریم، انجمن پادشاهی ایران بایستی در تمامی این به اصطلاح عرصه‌ها فعال باشه.
بعد در رابطه با جمهوری اسلامی نفوذی های جمهوری اسلامی رو داریم، چه به شکل اصلاح طلبشون چه به اشکال دیگه که حقوق مردم رو ضایع میکنن، دست به فریب مردم میزنن. انجمن پادشاهی ایران بایستی اینا رو افشا بکنه، بتونه باشون مبارزه بکنه، بایستی در واقع ارگان های لازم و کافی رو برای این کارها رو هم داشته باشه. انجمن پادشاهی ایران بایستی خودش رو آماده ایران فردا بکنه. انجمن پادشاهی ایران بایستی ارگان هایی داشته باشه که بتونه با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، با سفارت خونه هاشون سیاست های خارجی جمهوری اسلامی مبارزه بکنه. بنابراین انجمن پادشاهی ایران دو نفر سه نفر نیست، که یه نفر بشینه اونجا اسمش کژدم باشه یا هر کسی دیگه فرق نمیکنه، بعد برای مردم قصه ننه کلثوم بگه و مشت گلوله، این سیاست ماست، سلطنت طلبا اینطوری نیستن و ما خیلی اینطوری هستیم و همینطوری ببافه. چه فرقی هست؟ چه هیچ فرقی نیست. از نظر من حداقل هیچ فرقی نیست. وقتی که میرسیم مسائل عملی، زمانی که عملی وجود نداره، زمانی که ارگانی وجود نداره، زمانی که کادرهای آموزش دیده وجود ندارن، زمانی که شما کسی رو ندارید، وقتی که فرض کنید شما قدرتی شدید، اصلا جریانی هستی که فرض کنید 500 هزار نفر از مردم در ایران، زیاد نمیگم 500 هزار نفر در ایران، شما هوادار جانبرکف دارید، فرض کنید یه همچین نیروی دارید. حالا کشورهای آمریکایی و اروپایی، منظورم کشورهای آمریکایی مثل برزیل و خود ایالات متحده آمریکا و کانادا و اینا هستن، بخوام بیان با این جریان رابطه برقرار کنن، فکر کنن که بله این جریان 500 هزار نفر آدم داره که جانبرکف هستن و میتونن کاری بکنن، بعد بهتره که با اینا وارد مذاکره بشیم. حالا این جریان اگر استراتژی مبارزاتی نداشته باشه، این گفتگوها رو کجا قرار بده؟ بر اساس کدوم تعریف ها، کدوم برنامه ها با اینا حرف بزنه؟ خواسته هایی که اونا دارن، پیشنهاد هایی که اونا دارن، اینها رو کجا قرار بده؟ مثل اینکه شما یه خونه در هم ریخته واریخته دارین، بعد یه نفر میاد میگه که براتون یه تلویزیون مجانی میخوام بیارم. شما خونه انقدر ریخته واریخته است که اصلا نمی‌بینین تلویزیون کجا بذارید. اون خونه باید مرتب باشه، ببین میگن استراتژی. وقتی این رو نداشته باشی، وقتی اصلا کسی رو نداشته باشی که بتونه از ریموت کنترلش، از کنترل تلویزیون استفاده بکنه، اصلا ندونه اینو چجوری باید به برق زد، اون تلویزیون به چه درد میخوره؟ یا تو خونت اصلا برق نداری تو تلویزیون بیارم برات، با نفت میخوای روشنش کنی، چیکار میخوای باش بکنی؟ اینجاست که ارزش به اصطلاح برنامه‌های مبارزاتی مشخص میشه، اینجاست که ارزش کادرهای مجرب مشخص میشه. وگرنه من بشینم اینجا و بگم که انجمن پادشاهی ایران فلان یا انجمن پادشاهی ایران بهمان، هیچ مسئله حل نمیشه. و حتی اگه شعارهای تندم بدم، به همه هم بپرم، ولی خودم کاری نباشم یا نتونم کاری بکنم، دست و بالم بسته باشه، هیچ فرقی با اون یکی ندارم. بی عمل یعنی بی عمل، بی عمل جمهوری خواه، بی عمل سلطنت طلب، بی عمل پادشاهی خواه، همشون وقتی وزنشون کنی، وزنشون یکی. زمانی که من این صحبت ها رو میکنم به عنوان یک آلترناتیو دارم صحبت نمیکنم، از نظر عملی دارم فقط مسائل رو روشن میکنم که یاران بدونن. منظورم یاران هوادار برقراری آیین ریشه‌ای هست، بدونن که دارن چیکار میکنن و باید چیکار بکنن. اون بایدها هستش که مهمه، وگرنه اون چیزی رو که دارن الان انجام میدن، نمیگم کار نیست، کار میکنن، بله، زحمت میکشن، بله، وفادار هستن، بله. بسیاری از یاران رو میشناسن که واقعا جان بر کف هستن، اما کارهاشون خودشون هم میبینن که به جایی نمیرسه، نتیجه نمیده. من فقط میخوام که ذهنها روشن بشه و بدونن که در این بی برنامگی جای اونها کجاست. وقتی برنامه ای نیست، جای شما هر کجایی میتونه باشه و در واقع هیچ جایی برای شما نیست، برای اینکه برنامه ای نیست. شما مثل آچار فرانسه کار میکنی، ولی میبینی که هیچ در واقع مهره ای هم باز نشده، هیچ پیچی باز یا بسته نشده، و اگر هم باز یا بسته شده بی اثر بوده، اصلا قرار نبوده که این اول این باز بشه، شاید قرار بوده که این مهره دهم باشه که باید باز بشه و یا بسته بشه. بی برنامگی یعنی این. الان اگه به دقت به حرفایی که بین تمامی نیروها زده میشه دقت بکنید، همه از آلترناتیو صحبت میکنن و ایجاد آلترناتیو. من به شما قول میدم که اینا حتی معنی آلترناتیو رو هم نمیفهمن. آلترناتیو اینطور نیست که 10 نفر دور هم جمع بشن بهش بگیم آلترناتیو. آلترناتیو بایستی استراتژی مبارزاتی داشته باشه. آلترناتیو بایستی بتونه مردم رو جمع بکنه. به مردم اطمینان بده که این بار شکست نمیخورن. به مردم اطمینان بده که خونهایی که ریخته میشه به فاضلاب نخواهد رفت. به مردم اطمینان بده که آینده بسیار خوبی در انتظار آنهاست.
به مردم اطمینان بده که میهن رو نمیفروشن توی راهروهای ساختمانهای دولتی کشورهای بیگانه. به مردم اطمینان بده که این رژیم با این روش مبارزاتی 100% سقوط خواهد کرد و آنها ناامید نخواهند شد و تمامی اعمال و رفتار و مبارزات آنها به دیده احترام و با ارزش انگاشته خواهد شد، نه اینکه دو نفر بیان 100 نفر بیان روز عاشورا پاسدارها رو بچپونن توی گوشه، بعد یک دفعه از طرف سبز مذهبی بگن که آقا اینها تندروی کردن و کارهای با ارزش اونها رو بی ارزش بکنن و امید اونها رو ناامید بکنن و اسلحه مبارزه رو از دست اونها بگیرن بدن به دست پاسدارها و بسیجیها و اونها هم ناامید بشن و زمانی که بعد از 2 سال یا 2.5 سال از اونها خواسته میشه که حتی برای یک راهپیمایی کوچک در 25 بهمن دعوت میشه، حتی یک نفر برای خریدن نان هم بیرون نیاد، یا سرلشکر حخا یعنی سرلشکر روحانی دعوت بکنه سازمان سیاسی نظامی عقاب که در روز اول مهر روز رستاخیز ملی بیاید بیرون، هیچ کس نیاد بیرون. چرا نمیاد بیرون؟ برای اینکه ارزشی برای اون قائل نیست. اگر اونایی که ادعا میکنن نامشون انجمن پادشاهی، یعنی نام که نه، نام هر چیزی میشه گذاشت، انجمن پادشاهی هستن و بسیار نیروی موثری هستن، یک فراخوان بدن ببینیم چند نفر میاد بیرون. آلترناتیو یعنی اینکه زمانی که میگه مردم بیاید بیرون، مردم میان بیرون، به این میگن آلترناتیو. در سال 56 در سال 57 وقتی خمینی میگفت بیاید بیرون، مردم میومدن بیرون، یک نفر بود ظاهرا آلترناتیو بود، آلترناتیو سیاسی نبود، برای اینکه چیزی برای عرضه کردن نداشت، برای اینکه اصلا کادر هم نداشت، اما حرفی داشت که حرفش خریدار بود، حداقل یک بخش از آلترناتیو بودن رو با خودش داشت. الان هیچ کدوم از نیروهای سیاسی که ادعاهای بزرگی دارن آلترناتیو تبدیل نشدن، هیچ کدومشون. هر کسی ادعایی داره یک فراخوان بده ببینیم چند نفر میاد بیرون، ببینیم چیکار میکنه. نیرویی که حتی لیاقت این رو نداره که وقتی میاد بیرون پرچم ملی ایران رو بیاره بیرون و به 100 اسم و 1000 اسم میگن نه، برای همبستگی بگذارید همین پرچم در واقع خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو بیاریم بیرون، یا اصلا هیچ پرچمی نیاریم بیرون، این جریان مگه میتونه به آلترناتیو تبدیل بشه؟ پرچم که دیگه چیزی نیست، یه پارچه است، اونم نتونی بیاری بیرون، فکر میکنی خیلی با ارزه‌ای؟ یا اونی که میاد میگه که نه نیارید بیرون، فکر میکنه با این با یه پارچه میتونه همبستگی ایجاد بکنه؟ همبستگی ها اومده خلاص شده در پارچه؟ نه، همبستگی و یا عدم همبستگی در رابطه با منافع هست. سلطنت طلبها منافع دیگه ای دارن، اونهایی که طرفدار پادشاهی هستن اونها مسائل دیگه ای رو دنبال میکنن، آیین ریشه ای رو دنبال میکنن، سلطنت رو دنبال نمیکنن، سلطان نمیخوان، پدافند مردم میخوان، پادشاه میخوان. اونایی که جمهوری خواه هستن همشون فکر میکنن اگر تقی به توقی بخوره اینها به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشن، میخوان رئیس جمهور بشن، کاری به مسائل دیگه ندارن، کاری حتی به مفهوم جمهوریت ندارن، فقط فکر میکنن چون 4 سال به 4 سال انتخاب میشه اگر بد بود 4 سال بعد یکی دیگر رو انتخاب میکنیم، دسته که مردم رو اینطوری گول میزنن، دسته که اصلا مسئله این نیست. مسئله برقراری یک سیستم عادلانه اقتصادی اجتماعی هست که منافع همه مردم رو در همون روز نخست تامین بکنه. آینه ریشه‌ای این کار رو میتونه انجام بده، یعنی منافع تمامی مردم رو در همون روز نخست تامین بکنه، با خدمات پزشکی رایگان برای تمامی ایرانیان، با آموزش رایگان برای تمامی ایرانیان، با مسکن رایگان برای تمامی ایرانیان، و بعد از اون مسئله مالکیت زمین، مسئله تعاونی ها، مسئله احزاب، آزادی بیان، آزادی احزاب و دهان و آزادی در واقع سازمان های مدنی میتونه هم دموکراسی رو برقرار بکنه، هم یک بالانسی رو، یک بالانس عادلانه رو در برای زندگی مردم به وجود بیاره و پایه های یک حکومت پایدار رو بریزه. چنین حکومتی هیچ دشمنی نخواهد داشت، اما برای رسیدن به چنین هدفی بسی برنامه مبارزاتی باشه. اینکه شعار بدیم بیایید بکشید یا مبارزه مسلحانه بکنید، ما ندونیم کی مبارزه مسلحانه بکنیم، کی اعتصاب بکنیم، چجوری اعتصاب بکنیم، اصلا نفهمیم که اصلا چجوری میشه اعتصاب کرد، اصلا میشه اعتصاب کرد یا نکرد. اینها مسائلی هستش که هیچ کدومش مورد بررسی قرار نگرفته.
بعد که مردم میان بیرون جنبش اونا رو به شکست میکشونن و بعدش هم میان میشینن تو قهوه خانه آقای میبودی. شنیدم یکی از این آقایون میگفت که آقایون ما در شرایط انقلابی به سر نمیبریم. معلومه در شرایط انقلابی نمیتونی به سر ببری تا وقتی آدمایی مثل تو اونجا نشستن که از سروس دستور میگیرن، از سروس بودجه میگیرن و کارشون به شکست کشوندن جنبش مردم هست و بعد از شکست یأس میاد، بعد از شکست ناامیدی میاد و احساس پوچی میاد و تن دادن میاد، تن دادن به خفت. فکر میکنی 1400 سال پیش ایرانی ها به چه روزی گرفتار شدن که 200 سال سکوت کردن؟ خفت، به بردگی رفتن، به بردگی فروخته شدن، تجاوز، کشتار، تقسیم زمین ها بین اعراب. و بعد از اون بود که این تقسیم در واقع زمین های ایرانیان میان عمرای نظامی عرب ها که ائمه اطهار شیعیان تازی پرست هم جزو اونا بودن که خودشون میدونن ملک ری و خراج ملک ری و به حسین دادن و به حسن دادن، اینا همه اموال ایرانیان بود. مردم چی میشن؟ میشن موالی، تو سری خورده، مایوس، به هیچ چیز باور ندارن تا زمانی که ببینن ادامه داره، تا زمانی که ببینن یک جریانی واقعا میخواد مبارزه کنه و از بین ببره حاکمیت ظلم رو. اون موقع در ادامه اون آرام آرام به جنبش میپیوندن، در حالی که الان مردم به هیچ کس اعتماد نداره، اسمش هر چی میخواد باشه. به شما به حرکت هایی که الان توی رادیوهای بیگانه یا نمیدونم وبسایت های این رادیوها مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو زمانه، نمیدونم رادیو بی بی سی انجام میشه و میخوان برای سید رضا دیبا شخصیت سازی بکنن یا برای کسای دیگه شخصیت سازی بکنن، اینها هیچ کدومش برای مردم ایران ارزشی نداره. برای اینکه مردم ایران میدونن اینا مرد راه نیستن، اینها مرد بعد از پیموده شدن راهن. یا همه چی آماده بشون براشون بشه، یا ناتو بیاد به صلاح یک کاری بکنه، یا یک جریان تهاجمی دیگه اتفاق بیفته، ایران رو بمباران بکنن، منطقه سبز مثل عراق تشکیل بدن، بعد هزار تا هم اونجا گارد بذارن و سربازای آمریکایی و انگلیسی اینا بیان از اونجا به سر مواظبت بکنن تا این آقایون قدم رنجه بکنن برن توی منطقه سبز، بعد بگن آقا رفراندوم کن من انتخاب. مگه مردم میتونن یه همچین شخصیت هایی رو باور کنن؟ میتونن به یه همچین شخصیت هایی، به یه همچین سازمان هایی که ظاهرا اسمشون سازمان هست، من عرض کردم خدمتتون سازمان معنی خاصی داره، 10 نفر دورم جمع میشن یا 1000 نفر دورم جمع میشن، این سازمان نیست که. شما هر سازمان دولتی رو برید نگاه بکنید، مثلا همین وزارت آموزش پرورش، برنامه داره، تشکیلاتش بر اساس اون برنامه است، برنامهش عوض بشه تشکلش هم عوض میشه. هیچ کدوم از این جریان های همچین چیزی نیستن، هیچ کدومشون برنامه ندارن، بی برنامه، الاف، حراف و هیچ وقت هم نمیخوام فکر کنن و فکر میکنن که مبارزه میکنن. سخنم رو به پایان میبرم، تا گفتگوی دیگر. پاینده ایران، برقرار با داین ریشه‌ای، کوبنده جنبش تندر. بدرود.